امروز در خبرها. انجمن‌های اسلامی دانشجویان 54 دانشگاه در سراسر ایران دیروز طی نامه‌ای سرگشاده ضمن انتقاد تند از 4 سال حاکمیت دولت اصولگرای نهم به عنوان منفی و غیر قابل دفاع خواستار اعلام نه به احمدی نژاد شدند. در بیانیه این مجموعه از تشکیلات دانشجویی آمده است: امروز پس از گذشت قریب به 4 سال از عمر دولت آقای احمدی نژاد، بار دیگر با استناد به آنچه در این مدت بر ملت و مملکتمان رفته است اعلام می‌کنیم کارنامه دولت نهم منفی و غیر قابل دفاع بوده و ادامه حیات این دولت منجر به چشم‌انداز نگران کننده است. این بیانیه شهید الله سرکوب را به هر شکلی محکوم کرده، ادامه حیات این دولت را منجر به چشم‌انداز نگران کننده برای منافع ملت دانست و افسود برای توقف روند فعلی با صدای بلند فریاد برمی آوریم احمدی نژاد باید برود. جامعه جهانی بهایی دیروز گزارش داد که 7 نفر از باورمندان به دیانت بهایی که نزدیک به 1 سال در ایران زندانی بودند، ممکن است با اتهامات تازه‌ای روبرو شوند. روز چهارشنبه نخستین سالگرد زندانی شدن 7 بهایی مزبور، 5 مرد و 2 زن است که نه رسماً اتهامات آنان ابلاغ شده است و نه به وکیل خود شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل دسترسی دارند. بنا به آن گزارش، اخیراً به خانواده‌های آنان گفته شده است که امکان دارد این افراد به مفسد فعل ارض بودن متهم شوند که مجازات آن مرگ است. در این حال مؤسسه همبستگی مسیحیان جهان دیروز از ایران خواست 2 زن مسیحی نوکی شانیز که در همان زندان محبوس هستند آزاد کنند. رستمپور 27 ساله و مرضیه امیریزاده 30 ساله در تاریخ 5 مارس یا 15 اسفند توسط ماموران امنیتی دولت ایران بازداشت شدند. روز گذشته انجمن خبرنگاران بدون مرز نسبت به آنچه اوجگیری 2 هفتگی بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران خواند ابراز نگرانی کرد. به گزارش آن نهاد مستقر در پاریس که از آزادی رسانه‌ها دفاع می‌کند، با بازداشت 2 روزنامه‌نگار دیگر ایرانی در 2 هفته اخیر شمار روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان زندانی ایران به 15 تن از جمله 2 زن رسیده است. خبرنگاران بدون مرز گفت اگرچه رکسانا صابری دیروز آزاد شد، اما روزنامه‌نگاران متعددی در 2 هفته گذشته بازداشت شدند و حرف زیادی هم درباره آنها زده نشده است. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com